خوبی که علی جان یه سلامی عرض بکنم به کلیه دوستان عزیزی که الان توی لایو هستن، کلیه عرض ادب و احترام بکنم به شهدای جنگ تحمیلی، مخصوصا خلبانای عزیزمون، همکارای خوب و دوست داشتنیمون، به آزاده های عزیزمون، مخصوصا صدیق قادری گلم. البته من تفکیک نمی کنم، همه عزیزان عزیز هستن، چون صدیق الان ابراز محبت کرد من اسمش رو آوردم، ایشون که عزیز من هستن. به حضورتون که سبت عرض ادب و احترام دارم به کلیه کسانی که پیج منو میبینن، ابراز محبت میکنن، کامنت میذارن، کامنت های خوب میذارن. من تشکر میکنم از تک تک این عزیزان و تشکر ویژه‌ای دارم از این لایو گروهی که الان زحمت این لایو رو میکشن: امیر ابوطالبی عزیز، امیر مازندرانی عزیز، امیر محبی عزیز، حضرت عالی و کلیه دستن در کاران. امیدوارم که سمیرای عزیزم، دختر گلم، امیدوارم که خسته نباشید و همیشه شاد و خورم باشید انشاءالله. باشه. بله، حضورتون که سوال من بفهمید، شما دفعه شما رو همه میشناسن تیم سر معظم، شما به خاطر اون کار تاریخیتون. ببینید، اصلا من میخواستم الان اول بسم الله بگم یه داست، شاید زدن یک میگه 25 کار خیلی خاصی نباشه، به هر حال یک هواپیماست و بارها زده شده، ولی زدن یک میگه 25 با هواپیمای F5 کار شاقیه و همه دنیا اینو میدونن و این به خاطر همینه که تو گینس میتونه ثبت بشه که نداشتیم تا حالا همچین اتفاقی و این بزرگ کرده این کار بزرگ رو. وگرنه این که حالا یه میگه 25 زده شده، ما شاید دوستان میپرسم که مثلا بعضیا نمیدونن، شناخت ندارن راجع به توانایی هواپیمای F5. من اولا ضمن این که میخوام از شما که بیوگرافی کوتاهی راجع به خودتون بفرمایید، اول یه مقداری مقدورات هواپیمای F5 هم بفرمایید که یک هواپیمای F5 چقدر مقدورات داره و در برخورد با یک این قول به هر حال شکاری آسمان چجوری باید برخورد میکرد، که بفرمایید. در خدمتتونم سر. بله، خواهش. به حضورتون که شاید بیوگرافی بود که خب بجد چندین بار گفتم و یه بار دیگه تکرار میکنم، من محمد رضا زارع نژاد هستم، اصالتا یزدی هستم ولی بزرگ شده شهر ری. بچه های شهر ری من رو از خودشون میدونن. به حضورت که از شود من در سال 51 وارد نیروی هوایی شدم. ابتدا به ساکن رسته همافری رو به خواست مادر خدا بیامرزم، چون ایشون نمیخواست که من بیام برای خلبانی. من اومده بودم، معایناتم قبول شده بودم، ولی ایشون گفتن که نه، من تنها پسرم که پیش من هستش تو هستی و دوست ندارم که تو هم بری برای خلبانی. و اون موقع هم میگفتن خطرناکه. بزرگ که از شود رفتم برای رشته همافری، ولی خب این علایقی که داشتم و روح بزرگ تیمسار جهانبانی شاد که ما صبحایی که توی مرکز آموزش ها ایشون رو میدیدیم، اصلا دیدن ایشون یک ابهت و یک شخصیت خاصی داشت. و واقعا من فکر میکنم که همه کسایی که توی نیروی هوایی بودن، اعم از خلبان و هنرجوی همافری و حتی درجداری و فلان حرفا، این شخصی که میدیدن لذت می بردن از قیافش، از حرکاتش، از راه رفتنش. واقعا یک سمبل به تمام معنا بود، یک سمبل نیروی هوایی به تمام معنا، سیمرغ آسمان ایران. بله، بعد به حضورتون که به خاطر همین من حالا تغییر رشته دادم. خدا رحمت کنه رفتگار شما رو، با پدر خودم مشورت کردم، گفتم بابا من نمیتونم دیگه تو نیروی بمونم، اگه بخوام بمونم باید برم برای خلبانی، که ایشون به من گفتش که حتما همون چیزی که دوست داری برو انجام بده، که ما اومدیم برای رشته خلبانی. به حضورتون که اصلا توی دوره خلبانی من، اگر حالا این صحبت هایی هستش که همه عزیزان مطرح کردن، مطرح میکنن
و واقعا وجود داشته. حالا هر کسی نسبت به کنار دستی خودش رو مقایسه میکنه، میگه مثلا من خوب بودم، من آس بودم، من فلان بودم یا فلان. ولی من به حضورتون که از شود تقریبا نرمال، حالا یه خود از نرمال جلوتر، یه خود از نرمال جلوتر اومدم در دانشکده، چه از زبان چه از دوره قلعه مرغی و اعزام شدن به امریکا. اما امشب دلم میخواد که یک داستان شیرینی که برای من در قلعه مرغی اتفاق افتاده و به نظر خودم کمتر از اون کاری که کردیم برای زدن میگیوز پنج این نیست، میخوام اینو تعریف بکنم حضورتون که شاید من با دو تا از دوستان، البته خدا رو شاهد میگیرم، خدا رو شاهد میگیرم که قصد این که کسی رو کوچیک بکنم یا کسی رو بخوام بگم که او از من پایین تر بوده، اصلا چنین نیتی رو ندارم، خدا رو شاهد میگیرم. فقط اصولا شما خودت هم معلم خلبان شدی، میدونی، تمام معلم خلبان ها میدونن گاهی موقع ها، یا حتی یه پدر، حتی یه پدر ممکنه برای دو تا بچه خودش یکی رو مثلا یه جور دیگه تعریف میکنه، به یکی یه چیز دیگه میگه که اون یکی مثلا دلش شکسته نشه. من در قلعه مرغی شاگرد استادی بودم که ایشالله اگر زنده هستش خدا حفظش بکنه، بهش سلامتی بده، و اگرم که به رحمت خدا رفته خدا رحمتش میکنه، استاد محمد رضا سعادتمندی که ایشون از بچه های نیروی هوایی بودن، خلبان نیروی هوایی بودن، با اون جناب حسین شعلایی با هم دیگه خیلی کرکر پروازی داشتن با هم دیگه. من حالا یادم نیست، نمیدونم 6 راید 7 راید ما پرواز میکردیم، سولو میشدیم. بعد از سولو شدنمون یه سری کارهای نویگیشن و پروازهای دیگه بود که انجام میدادیم، و بعد میرفتیم یه چک انجام میدادیم، چک پروازی انجام میدادیم. من یادم هستش که یه راید مونده بود به آخرین رایدی که من میخواستم برم برای چک راید. اون روز رفتم، صبح بود من رفتم پرواز، و پرواز اولی رو که انجام دادم نمیدونم چی شده بود، اصلا نه سمت رو درستم نگه دارم، نه سرعت رو نگه دارم، نه ارتفاع رو خوب کنترل کنم. این خدا ایشالا سلامت نداره اگه زنده استشون، رو این استاد من میزد رو داشبورد، میگفت زار نجات من امیدم تو بودی، تو هم من رو ناامید کردی با این پروازی که امروز انجام دادی. بالاخره ما برگشتیم، رای تموم شد و برگشتیم اومدیم پایین، و من مونده بودم فکری که خدایا چی شد، من تو حالا چنین مشکلی نداشتم، چرا امروز این کار کردم، چرا اینطوری پرواز کردم. حضورتون که از شود اون هی نشسته بودم با خودم فکر میکردم که چرا من این کار کردم، چرا اینطوری شد فلان. همتون یه شرایط اینطوری رو داشتید، میدونید که چه حالی به آدم دست میده. بعد منتظر بودم که شماره سری بعد پشت سر من جناب محسن نژاد پرواز داشت، بعد منم زار نژاد بودم، اون شاگردش هم آقای پرزهرایی بود، خدا انشاءالله سلامت کنه بچه ها رو همه رو. به حضورتون که از شود ما منتظر بودیم که شماره بدن، هی من میرفتم دم دیسپچ وای میسادم که این شماره هر رو کی میدن که من با اطلاع بشم فلان حرفو. بعد رفتم پیش استاد خودم قبل از اینکه شماره رو بدن، گفتم که جام سعادتمندی استاد. گفت بله. گفتم که اجازه بدید این راید بعدی رو من پرواز بکنم. گفت خجالت بیا بچه جون، برو این حرفا چی، راید مال محسن نژاد. گفتم با محسن نژاد و زار نژاد هیچ فرقی نمیکنه، بس من بیام، من اگر خلبان بتونم بشم باید همین امروز تکلیف من معلوم بشه، اگرم نمیتونم همین الان همین امروز بدونم که من دیگه نمیتونم خلبان بشم. با سماجت آنچنان به حضورتون که اینم میگفت نه اصلا چنین چیزی نیستش، تو امروز پرواز میکنی، فردا یارا پرواز تو میکنی و پس فردا باید بری چک. گفتیم که باشه فلان حرفا، انتظار کشیدن تا شماره هواپیما رو دادن، تا شماره هواپیما رو دادن من بودو بودو شماره هواپیما رو گرفتم و رفتم توی هواپیمای بنازا سوار شدم، نشستم تو هواپیما. محسن نژاد با استاد اومدن، هی استاد گفت بیا پایین زار نژاد،
پرواز مال اینه فلان حرفا. گفتم من نمیام خواهی. من الا بلا من امروز باید پرواز کنم. گفت این میشه آخه برنامه شده فلان درد سرتو ندم. من اون رایتو اون رایدو من رفتم پرواز با سماجت رفتم پرواز، رفتم اسکیجول رو تغییر دادن و من گذاشتن دوباره برای پرواز رفتم و خوشبختانه یه پرواز خیلی خوب کردم. مثلا دیگه نمیدونم رایت قبل چه اتفاقی افتاده بود، چی برای من پیش اومده بود که اینطور شده. حضورتون که از شبت اومدیم و خیلی خوشحال شده بود استادم و فلان حرفا و به من گفت زار جاد خب فردا دو تا ما استاد چک داشتیم توی قلعه مرغی، یکی یادش به خیر جناب تهرانی بود، یکی هم الان اسمش یهو از مغزم رفت الان آقای قبیدل. قبیدل چون بچه های نیرو هوایی بود یه تعصبی هم راجع به بچه های نیرو هوایی داشت. جناب تهرانی از بچه های هواپیما کشوری بودن و یه خورده سختگیر بودن. استاد من گفتش که فردا میری با جناب قبیدل برو برای پرواز، سعی کن که با جناب قبیدل بری چکرایت تو که مشکلی برات پیش نیاد. گفتم چشم استاد، چشم چشم. فردا رفتم خودمو با جناب تهرانی برنامه‌ریزی کردم که با جناب تهرانی برم چک. رفتیم چک و چک و با موفقیت من انجام دادم و اومدیم و روز بعد که استادم اومد دید که مثلا من پس کردم چکو، گفت با قویده رفتی؟ گفتم نه سر من با تهران. گفت بچه عجب تو آدم کل شقی هستی، واقعا کل شق هستی ها فلان حرفا. گفتم من میخواستم بدونم اگر لیاقت خلبانی توان خلبانی رو دارم برم خلبان بشم، اگر نه از همینجا تکلیفم مشخص بشه فلان حرفا. این یکی خاطره بود که خیلی برای خودم خیلی جالب بود، گفتم که بگم برای اون جوونایی که حالا پرواز میکنن در قره مرغی جایی هستن که اگر خدایی نکرده یه روزی روز پروازشون نبود نامید نباشن، حتما اگر بخوان میتونن موفق بشن. بعد از این بریم سراغ رفتنمون امریکا و بعد ما رفتیم امریکا تمام فیضایی که وجود داشته چه از نظر زبان چه از نظر پروازی، من خدا رو شاکرم که همیشه شرایطم هم در حد خوب بوده، یعنی بالای خوب بوده از نظر پروازی و درسی هیچ مشکلی من نداشتم. دوره چیزو پرواز کردیم، دوره اوپنبای T-41 رو پرواز کردیم با موفقیت، رفتیم برای T-37 رو با موفقیت انجام دادیم، رفتیم برای T-38 من یک ماه و خورده ای از بچه هامون، نه به خاطری که بگم خیلی شاخص بودم، نه چنین چیزی نیستش، من جدا شدم، دو سه نفر رو میخواستن که بفرستن، ما توی وب بودیم، تسی هفته تو وب بودیم، خواستن دو سه نفر رو بفرستن برای تسی هشت توی لافلین، کلاس های اونجا تعدادشون کم بود که ما چهار نفر ما رو انتخاب کردن و ما رفتیم. یکی من بودم، یکی خدا رحمت کنه شهید احمد منصفی، خدا رحمت کنه شهید صمد نقدی و یادش بخیر دوست عزیزم که الان ایشون در امریکا زندگی میکنن، جناب داوود جمشید نژاد. ما چهار نفر منتقل اونجا شدیم و رفتیم اونجا و با موفقیت هم کارمون انجام شد و یه خود زودتر برگشتیم اومدیم. اما بیاییم برای صحبت این از نظر بیوگرافی، نمیدونم تا اینجا کافی باشه یا نه، اگر نیاز هست که حتی دوره افنج و اینا رو بکنم. شما بنزه کافی سرشناس هستید توی برحال هم فضای مجازی هم فضای حقیقی. امروز یا دیروز سالگرد شکار بزرگتون بوده؟ جمعه سالگردش بود. خوشبختانه از اونجایی که خدا میخواست امسال دقیقاً روز جمعه همزمان شد با اون روز جمعه که این جمعه اتفاق افتاد. چند سال گذشته؟ یعنی چند سال گذشته؟ 34 سال گذشته. 34 سال. چه تقارنی جناب حمزه عزیز؟ من نمیخوام چیز بکنم، در این کاری که من انجام دادم به من خیلی جفا شد،
به من خیلی جفا شد و من الان با توجه به یه سری حرکاتی رو که میبینم از خودم دلخورم که چرا اون موقع قرص و محکم پای این کار خودم وای نستادم و قبول کردم که کوتاه بیام و اون خواسته ای که یعنی چیزی رو که فرمانده نیروی هوایی تثبیت کرده بود و درخواست کرده بود که یا به من یه درجه بده یا اینکه 400 هزار تومان پول به من بدن بلا عوض. خب بعد به حضور شما کسرت، حالا اینو تعریف کردم، بازم بد نیست که تعریف بکنم جفایی که به من شد. درگیری خدا رحمت کنه شهید بابایی رو با فرمانده نیروی هوایی وقت، بابایی میخواست مخالفت کنه با کارهایی که جناب صدیق میکرد، یعنی مخالفت میکردم با تمام کاراش و میخواستم ورش دارم، میخواستم نباشه سر کار. ولی جناب صدیق خیلی واقعا مرد محترمی بود، واقعا خلبانی متبحر، ایشون قبلا F5 پرواز میکردن، بعدا رفته بودن F4 پرواز میکردن، سابقه پروازیشون خیلی بالا و خیلی خوب، آدم فهمی بود. حالا به نظر من یکی از فرمانده های لایق نیروی هوایی جناب صدیق بود به نظر من. هر جهت اینا موافقت نکردم. بعد خدا رحمت کنه شهید بابایی به من گفتش که زارو نجات تو یه مدت تحمل کن، من جبران میکنم. به من گفت، یعنی درخواستی که برای من شده بود برای درجه رو توی کشو خودش نگه داشته بود تو معاونت عملیات، گفت من برای جبران میکنم. بعد دیگه هر چیزی هم تا موقعی که داغه داغه اگر ازش استفاده کردی، سرد که بشه دیگه چیز نمیشه. ولی یکی از مسائلی کم که من خودم بودم، من هرگز نمیدونم، شاید خود شما که توی شیراز، حالا ناراحت نشید، شما به عنوان شاگردای ما بودید، شاید نمیدونستید من این کار کردم. یعنی اصلا من جلوی هیچ کسی حرف مطرح نمیکردم. واقعا اینو واقعا میگم، من تا شاید همون ماهای آخر گریجویشنمون بود که ما فهمیدیم اونم نه از طریق شما، از طریق یا جام آرام بود یا جام فاضلی یادم نیست که نشستیم داشتیم صحبت میکردیم، گفت که خب بچه ها دارید میرید توی گردان های شکاری انشالله برید، و من برگشتم یکم برگشت گفت بابا F5 هم مگه میتونه کاری بکنه؟ یعنی شما رو مثال زدن، بفهمید. بله میخوام بگم که من اصلا چیزی نمی کردم که حرفی بزنم که مثلا من چه میکاری کردم، برم درخواست طلبی بکنم از هیچ کس. من اگر همون موقعی که در شیراز بودیم، اگر من درجه‌مو گرفته بودم، از همه بچه ها اکثر اونا جلوتر بودم، قدیمی تر بودم. منتها اصلا کوتاه اومدم، خودم رو توی این چیز نمی کردم که درگیر این مسائل نمی کردم، خیلی کوتاه می اومدم، گفتم که ما بخواهم برای پروازمون بکنیم اینشالله که بتونه آدم مفید باشه برای این مملکت. بازم شما در مورد آموزشی که من اونجا دادم، من همه چی رو واگذار میکنم به خدا. اون کسایی که الان میخوان اسم منو حذف بکنن از شیراز، واقعا من متاسفم برای یه سری از دوستان که چرا اینطوری میخوان عمل بکنن. من یکی از نفراتی بودم که اونجا هم پرواز آموزشی خیلی بالایی انجام دادم، هم هواپیماهای تست زیاد انجام دادم، هم آموزش درسی دادم. متاسفم برای که دوستان که چیز هستش، منتها تنها چیزی که منو یه خورده مثلا جدا کرد از یه سری از آقایونی که اونجا با هم دیگه بودیم، این بود که من زمانی که خدا رحمت کنه شهید قنبرزاده رو، شهید قنبرزاده موقعی که من افسر عملیاتی بودم، بله شاهدای عینی هم خدا را شکر همین الان وجود دارن. یه موقع هستش که یه آدم یه دروغی رو میگه، بعد میخواد میگه که آقا فلان که نیستش، اون که نیستش، این که نیستش، ولی شاهد ما دارم.
فرمانده نیروی هوایی وقت جناب نصیرزاده اونجا بوده موقعی که من یقه، حالا ببخشید اینطوری میگم، من جلوی آقای قنبرزاده و اینا رو گرفتم که دارید بی‌انضباطی میکنید و من نمیذارم، چون من افسر عملیات گردان بودم. آقای برخور که یه مدت جانشین نیروی هوایی بودن در جریان هستن، جناب روزخوش هستن، جناب محمد حسینی هستن، کسایی که اونجا بودن و میدونن که من به خاطر، نه به خاطر اینکه خودمو نشون بدم، که به خاطر اینکه من اینا رو عین اولاد خودم میدونستم، عین برادرای کوچیک خودم میدونستم، نمیخواستم که چیز بشه. من اینو به شما بگم، تمام اگر خلبانای جوان دارن صدای منو گوش میکنن اینو بدونن. ببین، دو نفر رو نباید بذاری پروازشو ادامه دار باشه. یکی کسی که بی انضباطیه بد میکنه. بی انضباطی، حالا من الان میشم، بی انضباطی زمانی که شما با شاگرد داری پرواز میکنی و بری بی انضباطی بکنی، هم حق اون شاگرد رو ضایع کردی، هم اون شاگرد رو منحرف کردی. اون شاگرد ممکنه شما تواناییش رو داشته باشه، بدآموزی تواناییش نداشته باشه و بره خودش به کشتن بده. این حق نیست، کار نداریم. حالا برای این جریانات، من و جناب فاضلی، جناب احسان فاضلی که اون موقع پست معاونت عملیات، نه معاونت عملیات بودن اون موقع، بعدن اومدن رفتن، بله ایشون چیز بودن، ما دوتا محکم تا لحظه آخر پاش وایسادیم، ولی خب دوستان دیگه هماهنگ شدن با عقیدت سیاسی. و متاسفم اینه بگم، چون اگر روزی روزگاری خواهش میکنم به عنوان شما کسایی که میتونید بیارید توی همین لایوتون باهاشون صحبت کنید، برادر شهید اسدزاده اون موقع به حساب رئیس حفاظت اطلاعات پایگاه شیراز بود، اینا رو انقدر صحبت کرده بودن در مورد من که آقا این تنده، آقا این فلانه بیساره، تصمیم خیلی سختی گرفته فلانه، حرفا، کمیسیون تشکیل دادن و این بچه ها رو از اون حالت در آوردن. حالا اینا رو از این حالت در آوردن، بعدش چیکار کردن؟ بعدش حالا جناب یاسینی بزرگ که روحش شاد باشه ایشون، بله، بعد که ایشون فرمانده پایگاه شده بودن به من گفتن که زارا جان حالا من نمیدونم واقعا، شاید هم یه جوی بوده شاید هم نبوده، من اینو نمیدونم واقعا، چون دیگه زمان نشد که من با ایشون صحبت کنم. به من گفتش که من میخوام تو بری گردان تاکتیکی رو تأسیس بکنی، برو اونجا. گفتم چشم. ما رفتیم یه گردان تاکتیکی خیلی خوب تأسیس کردیم و اونجا رو راه اندازی کردیم. یکی از چیزایی که خیلی دردم میاد و میدونم و واقعا دلم میسوزه اینه که یه تیم بررسی برای یه تیم بازدید سیستماتیک اومد شیراز برای یه بازدید سیستماتیک. من این حرفایی که میزنم میخوام نسل آینده بدونن که هرگز رفیق بازی نکنن، هرگز مسامحه نکنن. خلبانی کار ساده ای نیست که بخواید با شوخی شوخی یا مثلا رفیق بازی و فلان حرفا بخوای یکی رو ببری بالا یا یکی رو دانگرد بکنی حرفا. لج و لج بازی کردن کار صحیحی نیست. به حضور شما کسی، یکی از این مسئولینی که من اسم نمیخوام ببرم هیچ کسی رو، یکی از این مسئولینی که الان هم در قید حیات هستن که انشالله امیدوارم عمرشون طولانی باشه، بعد از ظهر اومد به من گفتش که زارن جاد یک نفر رو انتخاب کن، ما فردا صبح میخوان باهاش پرواز بکنیم و در حقیقت گردان رو ایوالویت کنن که ببینن خلباناشون توانمندی دارن یا ندارن. من چی گفتم؟ شما به عنوان خودت یه خلبان، یه معلم خلبان الان هستن، جناب امیر ابوطالبی هستن، جناب محبی هستن، جناب مازندرانی هستن، اینا همشون استاد بودن، میدونن من رو جمع. من گفتم که من کسی رو انتخاب نمی کنم، شما هر کسی رو دستتون رو بذارید رو هر کس. انقدر به خودم اعتماد داشتم که
با اینا طوری برخورد کردم که باید سواد می داشتم، باید می تونستم برم پرواز بکنم و از پس این کار بر بیان. خب اما چه کردن اینا؟ شب یه مهمونی دور همی، صبح اومدن چه کردن؟ خدا رحمت کنه قنبرزاده که معلم خلبان بود توی اون گردان بود و اصلا نباید معلم خلبانه می بردن برای ایولویت کردن خلبانی، ایشونو برداشتن بردن. من سوال کردم که چی شد؟ حالا برش کن فلان و یرفه. گفتم نداره فلان. من فردای روزش، یعنی که میگم فردای روزش، حالا شاید دو سه روز طول کشید، من خیلی به هم برخورده و خیلی ناراحت شده بودم. خدا رحمت کنه شهید یاسینی رو. رفتم پیش ایشون و یه برگه همچین تقریبا از آچار کوچکتر A5 استفا نوشتم. گفتم که جناب حسینی، من با عرض معذرت، من لیاقت فرمانده گردانی رو ندارم. گفت چی میگی زارو زدی؟ حرفا چیه تو میزنی؟ تو باید تشخیص بدی یا من باید تشخیص بدم؟ گفتم که قربان، اینجا رو من تشخیص میدم. گفت برای چی؟ گفتم به خاطری که من نمیتونم حق زیر دستامو بگیرم. من اینجا در شرایطی قرار گرفتم که زیر دستام هم دارن حقشون ضایع میشه. خدا رحمتش کنه، روحش شاد باشه این مرد بزرگ. به من گفت زارو جان، هر چقدر ارشدیت برای اون نفرات میاد، تو بنویس اسم نفرات تو همه گردان، تو نفراتش بنویس، من براشون ارشدیت بگیرم. خدا رو شاهد میگیرم به روح پدر مادرم راست میگم. گفتم سلام. گفتش که تو برو کارت انجام بده، من با تو کار دارم، برو کارت انجام بده. بعد حالا کار نداریم. بعد از یه مدتی گذشت، خدا رحمت کنه، این آقایون رفتن و با اون وضعی که پیش اومد شهید شدن. حالا داستان داره، میخوام اینو بگم که من موقعی که اومده بودم تهران برم، من به جناب فاضلی گفتم که البته اون موقع فرمانده گردانم با من هماهنگ بود، منتها بعد از اینکه من رفتم برگشتم اومدم دیگه ایشون هماهنگ نبود. من رفتم تهران، گفتم میرم تهران، میخوام برم با جناب اردستانی مثلا بگم داستان رو که این اتفاقی که داره میفته. من رفتم دم دفتر جناب اردستانی، اینا رو که میگم مو به مو، خدا رو شاهد میگیرم یه نقطهش این ور ور نیست. رفتم دم در اتاق اردستانی، در زدم، جناب اردستانی رو شما نمیدونید، جناب ابوطالبی میشناسن، جناب میشناسیم ما. نه 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 نه، نوع عملکردشون، نوع شخصیتی آره. صحبت میکنه، نوع صحبت کردنشون، جناب محبی خوب میشناسه، جناب مازندرانی خوب میشناسه. من همطور که از در اتاق وارد شدم، گفت همطور خیلی چی دارم؟ گفت ها چیه زنو جا برام؟ گفتم سر من میخواستم اومدم یه صحبتی باید بکنم. گفت برو با من صحبت کردن. گفتم که یعنی نمیخواید صحبت های منو گوش بکنی؟ گفت نه. گفتش که تو درجت چیه؟ گفتم من سرهنگ هستم. گفت درجه اون آقا چیه؟ گفتم که ایشون تیمسار هستن. گفت تو باید به ایشون دستور بدی یا ایشون باید به تو دستور بده؟ گفتم ایشون باید دستور بده. گفت پس برو حرفش گوش کن. گفتم چه. من منتها در که همین قبل از که در رو بمدم احترام گذاشتم، گفتم تو تشییع جنازه میبینم ایتون. بعد این حرفه که من زدم محکم زد روی میز و داد کشید. اونم الان شاهد عینیش جناب رحیمیان هستش که رئیس دفترش بود. رئیس دفتر معاونت عملیات. بله. دوید این تا داد که جناب اردستانی کشید، این یه فکر کرد که مثلا چه خبر شده. منم رامو کشیدم اومدم و اومدم دم آسانسور طبقه چهارم بود، اومدم پایین، هر چی صدا کردم من دیگه برنگشتم. گذشت این سانحه اتفاق افتاد. اردستانی ببین، معاونت عملیات نیرو اومده بود. من الان تازه دارم میشنوم به خدا اینو، این همه تو این فیز این. آره آره، من چون دهن باز نکردم، من سکوت میکردم، میخوام نمیخوام حرف بزنم، ولی بیمهری که دارم میبینم الان، حرکات های زشت میبینم بهم برخورده. به حضور شما که اصلا من اومدم، من رفته بودم، همه رفتن با اردستانی چون معاونت عملیات بود، رفتن احوال پرسی کردم، من وایسادم کنار نرفتم جلو. خودش خدا رحمتش کنه اومد جلو، گفت زارو جان من اشتباه کردم، من معذرت خواهم، من واقعا اشتباه کردم. خب
خواهش میکنم تو رو خدا اگه میتونید جناب اسدزاده رو بیارید، چون اسدزاده آدم سالم و پاک و درستی بود، برادرش هم پاک و درست بود که خدا رحمتش کنه شهید شد. به حضورتون که شود اسدزاده اومد جلو گفت جناب زنجاد واقعا شرمندتیم، نمیدونم چی کار باید بکنم. خدا رو شد میگم اومد دلاش دست منو بوس کنه. گفتم حرفو چی، تو برادر شهیدی، تو برای ما عزیزی فلان. گفت نه، انقدر به ما دروغ گفته بودن که ما فکر میکردیم تو داری تحمیل میکنی، میخوای قدرت نمایی بکنی. حرفو انقدر اومده بودن به ما دروغ گفته بودن. گفتم خب من نمیخواستم اینجوری ثابت بشه ولی شد، من نمیخواستم اینجوری ثابت بشه ولی شد. حالا صحبت من اینجاست که نیروی هوایی باید اینو بدونه، نفرات باید اینو بدونن که بی انضباط و نباید آزاد بذارن. یه تنبیه کوچولو میکنن، طرف متنوع میشه، نمیخواد بکشیش، نمیخواد مثلا داغونش بکنی، ترور شخصیتی بکنی، ولی باید جلوش گرفت. یکی هم کسی که سواد پروازی نداره، یعنی پرواز بلد نیست، میخواد با زبون، نمیدونم گیرتون اومده چنین شاگردی داشتید یا نداشتید، زیاد میخواد با زبون، میخواد با زبون کارش را بندازه. سر شما فلانی، سر من یکی از دوستان هستش بردمش ACM، اصلا ACM نمیتونست بکنه، خدا شاهده به والله نمیتونست ACM بکنه. بعد هی به من میگه که سر شما یه بار شما چیز کنید. بابا تایم پروازی توه، تو باید پرواز بکنی، نه من پرواز بکنم، من پروازامو کردم. خب من اون شخص رو پین کردم اومدم پایین. اینا رو متاسفم، این حرفا رو میزنم خدا شاهده، واقعا متاسفم. یکی به من گفتش که چرا چیزش نکردی، پسش نکردی؟ گفتم که خب تواناییشو نداشت، خود جهنم میرفت میخورد زمین میمرد. عجب. ببین میخوام اینطور به شما بگم، این چیزایی بوده که در دوران پروازی من برای من پیش اومده. من دلم از من 29 سال شما باز دوباره جناب مهرنیا رو چیز آره مهرنیا دیگه، شما با جناب مهرنیا صحبت بکن، بگو تو شخصا جناب مهرنیا، شاید هم الان تو لایو باشه داشته باشی گوش بکنه، اگر دروغ میگم بیاد رو وایس بگه که دروغ داره میگه. بگو چند بار به زارا نجات گفتی که آقا جان این حق تو نیست، این حق زن و بچته، این بچه ها باید به این کاری که تو کردی افتخار کنن. من گفتم نمیخوام اصلا اسم من ثبت بشه تو نیرو هوایی. چرا؟ چون نگاه میکردم میدیدم جناب حمزه عزیز، تو که رفیق منی، تو که همدوره منی، تو که باید افتخار بکنی، مثلا عذر میخوام افنجی هستی، بگی که افتخار میکنم که یه افنجی این کار کرده، تو خوشحال نمیشی از این داستان. خب حالا به حضور شما یعنی واقعا برای افنج افتخار بود، برای افنج افتخار بود. به حضورتون که اصلا بعد از 29 سال خدا انشالله سلامت بده، یکی از این آقایون، اینم باز به توسط مهرنیا، باز به توسط مهرنیا، مهرنیا رفته بود، رفته بود پیش مهرنیا گفته بود که من میخوام یه مصاحبه خوب بگیرم فلان بگیرم از این حرفا، با کی چیز کنم؟ گفته بود برو با زاره نجات صحبت بکن، اگر زاره نجات قبول بکنه مصاحبه اون هستش که خیلی عالیه، درجه یک هستش. خواهش میکنم از مهرنیا بپرسید، مگه زارو نجات داره رو هوا صحبت میکنه؟ بعد منتها شک دارم که زارو نجات مصاحبه بکنه، شک دارم که زارو نجات مصاحبه بکنه. ایشون زنگ زد به من، جناب احمدی، محمد رضا احمدی، جز خبرنگارای جوان که الان هم موقعیت خیلی خوبی داره تو صدا سیما، زنگ زد به من گفت جناب زارو نجات من فلانی هستم، فلانی حرفا، البته شنیدم که شما با هیچ کس مصاحبه نمی کنید، میخوام یه مصاحبه ازتون با اتون بکنم فلانی حرفا. گفتم که با کی صحبت کردی؟ گفت با جناب مهرنیا. جناب مهرنیا گفته که شما مصاحبه نمی کنید حرفا. گفتم چند سالت آقای احمدی؟ چون صداش نشون میداد که یه جوانه. گفتش که اگر اشتباه نکنم در اومد گفت 24-5 سالمه. گفتم با تو مصاحبه میکنم. گفت جدی میگید؟ فلان. گفتم بله جدی میگم، با تو مصاحبه میکنم، امیدوارم که توی این مصاحبه تو بتونی رشد بکنی. بعد خودمم
سرنخ بهش دادم، گفتم که با جناب شعبانی، چون شعبانی هم خدا لطف کنید آقای حمزه‌ای، شعبانی هم خیلی شجاع، خیلی دلاورانه، کار نداریم، ویمن من بوده، ولی انقدر شجاع بود که با توجه به اینکه همه چی تموم شده بود، دو تا هواپیمای میگ 23 داشتن دنبال ما میافتادن، از من خواست که سر اجازه بدید درگیر بشیم. ببین خب حق این بچه وقتی که میگه من میخوام درگیر بشم یعنی چی؟ یعنی ریسکه. حالا من یه صحبتی رو بکنم و برم، اگر توضیح بخوام بدن راجع به اون من بگم. ببینید من یه دوستی توی همین پیجایی که برای من گذاشتن و خب صدها نفر تعریف و تمجید میکنن، یه نفر هم میاد یه سوال چیز میکنه، یه نفر مثلا چند نفر در اومدن گفتن که این هواپیما آسیب دیده بوده، نمیدونم F-14 زده بودش، موشک زده بودش، فلان بوده، معلول بوده، نمیدونم چی بوده، کجا بوده. من به یکی از این آقایون گفتم که عزیزم شما منو دیدی تا حالا؟ گفت نه ندیدم. گفتم فقط من یه چیزی میخوام بهت بگم، شما الان ما میدونیم، الان ما میدونیم، تو هم میدونی. گفتم محمد علی کلی بوکسر قدیمی الان پارکینسون داره و روی رو ویلچره، آیا همین الان حاضری که جلو اون محمد علی کلی که میدونی معلوله، اگه نمیدونستی که وابیلا، تازه میدونی معلوله، جرات میکنی بری جلوی اون که هر مشتش 500 کیلو وزنه بود اون موقع؟ آفرین. خب چطور نفی میکنید این داستانو؟ اگر ایشون منو زده بود مگه آره. نزدم جناب حمزه‌ای، مگه دوست عزیزمون جناب آریا نژاد، جناب تندسته سابق، مگه ایشون توی هم آریاپور، جناب رئیسی عزیزو مگه اونجا نزدن؟ مگه اونا میمدن اونجا بازی کنن؟ اونا میمدن تو کشور ما بازی کنن؟ میدونی این کم لطفیایی که از جانب یه سری از دوستامون، یا مثلا فرض کنید یکی در مورد من سوال میکنه، میگن در مورد زارا نجات چی؟ سکوت میکنن. اخه چی؟ چرا؟ چی شده؟ من حقی رو ضایع کردم؟ شما که میدونید که من تو نیره هوایی سرم بلنده، سینم سپره، چشم تو چش همه است، یک کلام منفی در مورد هیچ خلبانی من هیچ جا مطرح نکردم. هر کسی رو از من پرسیدن، چه از اون زمانی که تو گردان بودم، چه اون موقعی که مسئولیت داشتم، اسم هر کی رو آوردن گفتم بهترینه. گفتم مگه میشه همه اینا که ما میپرسیم شما میگی بهترینه؟ گفتم از نظر من بهترین. خب آخه منه که به هیچ کدومتون بدی نکردم، و حالا اگه یه وقت خدای اون روز نیاره، انشالله که واقعا به اونجا کشیده نشه، کدومشون هستن که ماسخار ندارن اون کسایی که میخوان من رو نف کنن؟ وقت اگه یه وقت شیطان آدم رو وسوسه بکنه بگه که آخه اینجا درست نیست، خواهشان ما زحمت کشیدیم، من 32 سال خدمت کردم، یه تعدادی 35 سال خدمت کردن، 36 سال خدمت کردن، 34 سال خدمت کردن، ما پیر شدیم، بنده الان بالای 70 سالمه، چرا این حرفا رو مطرح میکنید؟ چرا میخواید ضایع بکنید یه زحمتی رو؟ افتخار بکنید، من از شماها بودم، من با شماها بودم، در کنار شما بودم، چطور هر کدومتون که ماموریت میرفتید میمدید ما شما رو تو بوق و کرنا میکردیم؟ حالا چی شده؟ مثلا فرض کنید یه همچین حرکتی انجام شده، همیشه رو نفی میکنید، خودتون میزنید به کوچه علیشب، ندیدیم، نمیدونیم، خیلی خیلی زشته. مهم اینه که مردم میدونن تیمساز زاهر نجات. ببینید من حزب اللهی نیستم که اون حرفا رو بزنم، ولی اینو به شما بگم، من قلبا اسلامی هم و قلبا مسلمون هم و قلبا من مسلمون، میگن حی علی خیر العمل، تو عز و من تشا و تو ذل و من تشا، عزت و ذلت دست خداست. اگر این حرف رو باور داری بدونن آقایون، با توطئه کردن، با دور هم دیگه جمع شدن، با شب مهمونی گرفتن، با یه حرکتایی کردن، نمیشه کسی رو زمینگیر کرد.
اونی که میخواد بالو پر بده. خدا را شاهد میگیرم آقای همزهی، به روح پدر مادرم قسم، به جان چهار تا بچه‌ام قسم. من اومده بودم تو مجتمع اوج بودم، تیمسار یاسینی اومد اونجا برای بازدید، منو دید گفت زارن جان من نمیذارم تو اینجا بمونی، تو باید تو عملیات ها باشی، تو باید تو پایگاه ها باشی برای چیزای دیگه، اینجا من نمیذارم باشیم. حالا من تو اوجم که رفتم، من رفتم تو اوج با هواپیما آذرخش من پرواز کردم، بله با هواپیمای دورنا من پرواز کردم، البته جناب هدایت نجات پرواز کرده بود، این هواپیما اشکالدار بود، منو انتخاب کردن چون من خلبان شکاری بودم، F5 بودم، معلم خلبان بودم، حالا پروازم مثلا اینطوری بود، شرایط خوبی رو داشتم، رفتم با این هواپیما پرواز کردم، رفتم با این هواپیما پرواز کردم، عینی رو در آوردم که خب بعد از چند سورتی پرواز ندیده بودن اون عیبو. خب من یه چیزی رو به شما میگم که بدونید، آره البته بازم نمیخوام اسم بیارم، ببین ما رفتیم حسای شیر اصفهان، میرفتیم هواپیماهای یه کابینه رو که دو کابینه کرده بودن میرفتیم باهاش پرواز میکردیم. خب یه هواپیما رو چند سورتی پرواز کرده بودن و همه میگفتن این هواپیما سوپرسونیک نمیشه. خب من با یکی از دوستان رفتیم پرواز توی آسمون، 38,000 پا که شروع کردیم دیزاین کردن، من گفتم که هواپیما سوپرسونیک شد ولی نشون دهنده نشون نمیداد. خب حالا اومدیم پایین، نه این رایدی که اینطوری شده بود، مثلا فرض کنم که سه تا چهار تا خلبان دیگه رفته بودن و هیچ صحبتی نکرده بودن، همه گفته بودن آقا سوپرسونیک نشد. من اومدم پایین اون روز به اون آقای مهندس، اگه اشتباه نکنم خراسانی بود، بهش در اومدم گفتم آقای مهندس به نظر من این پیتو تیوب لیک داره، هواپیما سوپرسونیک میشه ولی پیتو تیوب لیک داره سرعت اون، و رفتن چک کردن دیدن که درست میگم. متوجه میخوام چی بگم؟ بله. یعنی بله اینه که حالا توی هواپیمایی هم که تهران بود پرواز کردم، من 10 سال تو اوج بودم. خب از پایه اونم خدا رحمت کنه باز شهید ستاری بزرگ، و وقتی من اومدم اینجا تهران اومدم، یه مقداریش رو خود جناب ابوطالبی بعداً در جریان هستن، حالا من میگم من اومدم اینجا چیز به من گفتش که خدا رحمت کنه، ستاری به من گفتش که زار نجات تیمسار صادق بود بازنشست شده، یه مدت اینجا هستش، بعد میخوام این مسئولیت به عهده تو باشه، میخوام اینجا تو اینجا رو راسلس بکنی. گفتیم باشه، اومدیم. چند تام از من قدیمی تر اونجا بودن ها، چند تام از من از روزی که اومدم اونجا تقریبا برای پروازهای اونجا عملیات اونجا در اختیار من بود. خب عملیات اونجا در اختیار من بود که من تمام کارهای پروازی رو، هر کس حالا گاهی موقع بودن کسای دیگه هم میرفتن برای پرواز، من عملیات شدم. 10 سال اونجا بودم، یه رودن رویداد من ندادم، یه رویداد انجام شد، حالا به خاطر که چیز بگیم یه دونه رویداد انجام شد، اونم متاسفم بگم که به خاطر لجبازی با من، همین الان گروه سازنده هواپیما هستن زنده و حاضر. هواپیما روز قبلش اومد تقریبا هارد لندین کرد، من گفتم این هواپیما باید بره ایکس ری بشه. کدوم مدل بود؟ جان؟ هواپیمای تندر، هواپیمای تندر. آره. اونایی که سازنده بودن حرف منو پذیرفتن، ولی یه نفری رفت گفتش که نه اشکال نداره. خب هواپیما فردا صبح که رفتن، فردا که رفتن پرواز، متاسفانه منگیر راستشون شکست، از باند رفتن بیرون و خیلی خطرناک بود که آلموست از مرگ حتمی نجات پیدا کردن. خب
بعد از اینم که دیگه حالا من از اوج اومدم بیرون، به 6 ماه نکشید که سانحه دادم. خب این نوع کار کرده من بوده توی مدتی که سر کار بودم، همش هم از خودم مایه میذاشتم، از وقت خودم مایه میذاشتم که اشکالی برای نفرات، مخصوصا برای کسایی که پایین تر از خودم هستن، مخصوصا حالا یه سری قدیمی بودن. یه چیز هم خوبه که تعریف کنم. یه بار این فیلم تاپگان اومده بود توی دیبریفینگ گردان نشسته بودن، بچه ها داشتن نگاه میکردن، من دیدم که خیلی بچه ها به وجد اومدن، خدا رحمت کنه همین آقای قمرزاده و اینا بودن اونجا، الان جناب محمد حسینی و جناب روزخوش در قید حیات هستن که امیدوارم 120 ساله بشن، میتونید ازشون بپرسید. من اومدم تو کلاس و گفتم که بچه ها زیاد به اینا توجه نکنین، اینا فیلم برداریه، اینا فیلمه، اینقدر اینطوری هم نمیشه مثلا پرواز بکنه. خدا رحمت کنه قمرزاده رفته بود به بچه ها گفته بود که جناب زارنجاد پروازش مثل بقیه نیست، آسه برو آسه بیاس. خب اومدن به من گفتن، الان میگم کی به من گفته، چون الان شما بده، جناب برخور اومد به من گفت، بپرسید از خودش، چون برخورم اونا رو دوست داشت، نمیخواست اونا از بین برن، واقعا جیگرش کباب شد. به حضورتون که از شود گذشت، من چی نگفتم، گفتم الان اگه واکنش نشون بدم خیلی بده. گذشت، یه مدت گذشت، یه روز اسکجول کردم خودم رو با جناب قمرزاده رو، رفتم سر بریفینگ، گفتم که حسین جان هر چی که دوست داری پرواز امروز بریم پرواز انجام بدیم. یعنی چی سه؟ یعنی چه پرواز انجام بدیم؟ گفتم ببین امروز من و تو دوتایی میخوایم بریم هر پروازی که دلمون میخواد انجام بدیم، منتها اینجا میگیم چی کار میخوایم بکنیم، میریم بالا انجام میدیم. علیرضا به اسمت قسم، به جان 4 تا بچم، بردمش پرواز. به قرآن محمد، وقتی که از هواپیما پیاده شده بود تمام لباسش انگار تو آب رفته اومده بیرون، به والله هارنسش خیس بود، پای هواپیما که پیاده شد روحش شاد، شاید برای دوستاش تعریف کرده باشه، به روح پدرم. در 5 ثانیه دیگه لایف تموم میشه.